بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتون بخیر. مجموعه خبری 5:30 را پی میگیریم. اما در آغاز سرخط خبرها. تأکید صلاح الدین ربانی بر اصلاحات در وزارت امور خارجه. وزیر امور خارجه میگوید برای به میان آوردن دیپلماسی فعال تلاش میکند. هشدار به عمل بالمثل در برابر حملات راکتی پاکستان. معاون ستاد ارتش ملی هشدار می‌دهد که حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان را بی پاسخ نخواهد ماند. و بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران. امروز یک شنبه اول سنبله سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 23 آگوست سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 5:30 با من محمد سجاد یاسم. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور نصیر احمد اندیشه را به عنوان معین اداری این وزارت معرفی کرد. آقای ربانی با اشاره به اصلاحات در وزارت خارجه میگوید که نصیر احمد اندیشه از دیپلمات‌های جوان و ورزیده کشور است و میتواند وظیفه محوله خود را به خوبی انجام دهد. وزیر امور خارجه میافزاید که اصلاحات در دستگاه دیپلماسی کشور یکی از اهداف مهمش برای به میان آوردن دیپلماسی فعال است. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه پس از چاشت روز یکشنبه نصیر احمد اندیشه را به عنوان معین اداره این وزارت معرفی کرد. آقای ربانی گفت که خواستش از دیپلمات‌های جوان این است تا برای پیشرفت و ارتقای خود تلاش کنند. وزیر خارجه خطاب به دیپلمات‌های جوان گفت که اگر تلاش کنند هیچ کس نمی‌تواند جلوی پیشرفت آنان را بگیرد. این یک الگوی خوب به دیپلمات‌های جوان است که اگر با برنامه و هدف حرکت کنند فرصت‌های خوب پیشرفت در انتظارشان است. شما اگر باور به توانایی‌های خودتان داشته باشید و آن را خوب مدیریت کنید، هیچ کسی جلوی پیشرفت شما را گرفته نمی‌تواند. وزیر امور خارجه یادآور شد که جوانان نباید به فکر داشتن واسطه و شناخت باشند تا بر اساس این شناخت و بدون در نظر داشت توانایی خود در اداره تعیین شوند. دولت و نظام افغانستان و هم اراده دارد که همگام با دیگر همتایانش در نظام بین الملل به جلو حرکت کنند و حرکتش هم باید سریع و مطابق مقتضیات زمان و روز باشد. حرکت رو به جلو و سریع جامعه و نظام با بکارگیری افراد توانا در سطوح مختلف نظام سیاسی و اداری کشور امکان دارد. دوستان عزیز، به خلاقیت، ابتکار و تواناییتان ارج می‌گذاریم و اراده کامل داریم که از آن در جهت مثبت برای افغانستان استفاده نماییم. به همین دلیل در جهت ارتقا و شکوفایی ظرفیت به گونه‌ای دوامدار تلاش خواهیم نمود. این در حالی است که صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور همزمان با معرفی شدن برای اخذ رأی اعتماد از سوی مجلس نمایندگان وعده داده بود که برای اصلاح دستگاه دیپلماسی کشور متعهد است. وزارت دفاع ملی به پاکستان هشدار می‌دهد که حملات راکتی این کشور به خاک افغانستان را بی پاسخ نخواهد ماند. معاون ستاد ارتش ملی با انتقاد تند از سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان نسبت به راکت پراگنی از خاک پاکستان به مناطق مرزی کشور میگوید که پاسخ بالمثل به جانب پاکستان خواهد داد. معاون ستاد ارتش ملی همچنان میگوید که اگر پاکستان به وعده هایش در قبال تامین صلح در افغانستان عمل نکند، حکومت افغانستان در آخرین تصمیم به آرای مردم مراجعه خواهد کرد. حضرت محمدی گزارش دارد. راکت پراگنی پاکستان در مناطق مرزی کشور به معمای تبدیل شده که از 3 سال بدین سو ادامه داشته و تا کنون حل نشده باقی مانده است. پیش از این رئیس جمهوری پیشین بارها از پیامد این راکت پراگنی و پرتاب خمپاره به بخشای مرزی به جانب پاکستان هشدار داده بود. شلیک خمپاره به مناطق مرزی افغانستان سالهاست خشم مردم را به همراه داشته و تلفات جانی و مالی را به مردم مناطق سرحدی وارد می کند.
در تازه ترین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته ولسوالی ناری ولایت کنر آماج 16 فیر راکت و خمپاره از خاک پاکستان قرار گرفت. با این همه ادامه راکت پراگانی پاکستان به داخل خاک افغانستان خشم مقامای امنیتی را نیز برانگیخته است. معاون ستاد ارتش ملی با انتقاد از پاکستان مبنی بر راکت پراگانی به داخل خاک کشور هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت به نفع هر دو کشور نیست و آنان راکت پراگانی پاکستان را بی پاسخ نخواهند گذاشت. معاون ستاد ارتش ملی در این حال از سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان به شدت انتقاد میکند و میگوید که با جانب پاکستان عمل بلمثل انجام میدهند. ما این راکت هایی که از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه، ما این را یک بار دیگه اعلام میکنیم بدون پاسخ نخواهد بود. ما هیچ عمل کرده اول تحملش داریم، بعد از جوابش خواد شنیدن. معاون ستاد ارتش هرچند میپذیرد که حسن همجواری جواب نمی کند تا یک کشور به خاک کشور دومی با زیر پا کردن قوانین بین المللی حمله کند، اما میگوید که ادامه این وضعیت مردم افغانستان را به خشم خواهد آورد. معاون ستاد ارتش در همین حال تاکید میکند که اگر پاکستان با وعده‌اش در قبال افغانستان عمل نکند، رئیس جمهور کشور در آخرین تصمیمش درباره پاکستان برای مردم مراجعه خواهد کرد و مردم در این باره تصمیم خواهند گرفت. رئیس جمهور غنی در آخرین تصمیمش به آرای مردم مراجعه خواهد کردن و مردم افغانستان تصمیم خواهد گرفتن دنیا ایره درک بکنن. در همین حال معاون ستاد ارتش با انتقاد از جامعه جهانی در پیوند به حملات گروه مخالفان حکومت به بخشی از کشور، خاموشی سازمان ملل متحد در این راستا را بس برانگیز میداند. دنیا چرا غافل هستین از اینکه امروز جنایت کشتار جمعی که در افغانستان صورت میگیرد هیچ کس گوش شنوا ندارن؟ معاون ستاد ارتش ملی همچنان گفت که رازهای پنهانی در امر چگونگی رهبری مخالفان از داخل نظام را در خود دارد که در صورت قطع همه راه این رازها را بروخ مردم افغانستان میکشد و افشا میکند. ما بسیار رازهای پنهان دیگر هم دارم که در آخرین مرحله ای که راه ها همه قطع شود و رازهای پنهانم افشا خواهد کردم. این نگرانی در حالی مطرح می شود که روز پنجشنبه هفته گذشته ولسوالی ناری ولایت کنر آماج 16 فیر راکت و خمپاره از خاک پاکستان قرار گرفت. اما پیش از این نیز نیروهای مرزی پاکستان با حمله به پاسگاه نیروهای امنیتی افغان 8 سرباز را به شهادت رساندند که واکنش تندی حکومت افغانستان را برانگیخته بود. حال دیده شود که دولت افغانستان در قبول راکت پراگانی پاکستان به خاک این کشور از کدام گزینه استفاده خواهد کرد. در همین حال معاون ستاد ارتش کشور میگوید که جنگ در افغانستان را خارجی ها رهبری میکند. معاون ستاد ارتش کشور جنگ کنونی را جنگ با گروه طالبان و گروه داعش نمیداند و تاکید میکند که استراتژی جنگ را بیرونی ها در دست دارند. وی به مخالفان مصالح دولت هشدار میدهد که آرمان برنده شدن در جنگ شمال کشور را به گور خواهند برد. این مقام ارتش ملی تاکید میکند که برنده جنگ مردم افغانستان است. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. این نیروهای بومی در سنگرهای داغ در مقابل تروریستان قرار میگیرند و از تمامیت ارضی کشور پاسداری میکنند. تنها امید مردم افغانستان همین نیروهای دفاعی اند. معاون ستاد ارتش کشور میگوید که افزایش جنگ در افغانستان را خارجی ها رهبری میکند. جنرال مراد علی مراد معاون ستاد ارتش کشور جنگ کنونی را جنگ با گروه طالبان و گروه داعش نمیداند و تاکید میکند که استراتژی جنگ را بیرونی ها در دست دارند. این دشمن است که جنگ ها را تحمیل میکند و این جنگ ها متعلق به طالب و گروه های به نام داعش متعلق نیستند.
این رهبری عملیات ها و جنگ ها را اتباعی خارجی هستند که از بیرون اینا استراتژی جنگ ترجیح دادن و فعلا اینا تصمیم دارن که در یک ماه دو ماهی بالای مردم افغانستان به حد فشار برن تا یک دستاورد برشان پیدا شه. ولی ما گفته میتونم در این مطبوعات و از طریق شما برای مردم افغانستان که برنده جنگ مردم افغانستان هستن و کسایی که از بیرون آمده و رهبری میکنه، حتی خانمایشان و اولادشان در اینجا آورده بودن در بدخشان، در بعضی جای در عملیات ها اونا تلفات دیدن. در میول معاون استاد ارتش کشور مسئول همه کشتارهای غیر نظامی در کشور، تروریستان و حامیان آنان را میداند و میگوید که تلفات غیر نظامیان در مقایسه با سالهای گذشته افزایش داشته است. چرا تلفات ملکی نسبت به یک سال بیشتر است؟ آیا نیروهای دفاعی کشور ما این تلفات ملکی را به بار آورده؟ ما بر شما اطمینان میتم ژورنالیست های عزیز، بفهمانین بر دنیا که تمام تلفات ملکی از جانب تروریست ها و حامی و پشتبان تروریست ها هستند. در محفل عراسی، در محفل مذهبی و دینی و در تمام اجتماعات ملکی ها اینا را هدف قرار میتن. معاون ستاد ارتش ملی به دشمنان مردم افغانستان هشدار میدهد که آرمان برنده شدن در جنگ شمال کشور را به گور خواهند برد. ای خواب و خیالی که جنگ به شمال بکش، جنگ به جنوب بکش و جنگ به شرق بکش و حملات بالای خانه های مسکونی و مردم ملکی افغانستان ای را بیشتر بکو، یک جنایت است. خواب و خیال کجکی را، ولسوالی کجکی را و خواب و خیال پروژه بند سلما را کسی حق ندارد که به دلش بپرورانند. افغانستان هست، افغانستان با تمام تجاوز و ظلم آشتی ناپذیر هستند. این جنرال کارکشته کشور از زیردستانش پرسشی دارد. سوالی دارم از شما، آیا شما آماده هستین که در ولسوالی مساقله برین امروز؟ کی آماده است؟ کی آماده هست؟ این صدای بلند شما، این صدای افغانیت شما قلبی او تروریست ها و قشاق برای مواد مخدر خواهد شکافید. با ولی هاست تمام افغانستان خانه هر نظامی و هر سپاهی گمنام افغانستان باید باشد. معاون ستاد ارتش میگوید که مقام های وزارت دفاع ملی خود در جبهه های جنگ خواهند رفت و با سربازان ارتش از نزدیک تبادل نظر خواهند کرد. وزارت دفاع ملی کشور 244 دوره آموزش های نظامی اش را اینجا به نمایش گذاشته است و از این دوره به تعداد 1400 تن افسران، بریدملان و سربازان فارغ شدند و قرار است این پلنگ پوشان کشور به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بپیوندند و بر علیه در حراس افکنان مبارزه کنند. وثیق الله عظیمی، تلویزیون نور، مرکز آموزش های ارتش ملی. مسئولان امنیتی میگویند که صدها تن از مخالفان مصالح دولت حوالی ساعت 5 صبح امروز بالای ولسوالی دواب ولایت نورستان حمله کردند. عبدالحبیب سید خیل فرمانده پلیس کنر گفته است که این مخالفان مصالح از سه سمت بر ولسوالی دواب ولایت نورستان حمله کردند و افزود که مخالفان از سلاح‌های سبک و سنگین کار می‌گیرند و تقریبا از چند ولسوالی جنگجویان خود را جمع کرده در ولسوالی دواب آوردند. در همین حال سعدالله رئیس شورای ولایتی نورستان گفته است که اگر به نیروهای امنیتی سلاح و جنگ افزار از طریق هوا فرستاده نشود، امکان سقوط این ولسوالی و تلفات نیروهای امنیتی وجود دارد. مخالفان مصالح دولت در ولسوالی دولینه ولایت غور 3 تن را که 2 تن آنان کارمند دولت بودند رو بودند. مسئولان محلی این ولایت میگویند که این افراد شامگاه گذشته از سوی طالبان روبوده شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که روز گذشته یک موتر فلانکوچ در مسیر راه اوبد دولینه در حرکت بود که طالبان در ولسوالی دولینه این موتر را توقف دادند و 3 تن را روبودند. به گفته سخنگوی والی غور، بزرگان قوم در منطقه با طالبان برای آزادسازی این افراد وارد گفتگو شدند.
در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده در ولسوالی کلکان ولایت کابل، 4 سرباز ارتش ملی زخم برداشتند. رحمت الله خان فقیرزاده ولسوالی کلکان با تایید این خبر گفته است که این سربازان بامداد امروز در منطقه بابوش ولسوالی کلکان هنگام زخم برداشتند که موترشان با یک ماین کارگزاری شده در کنار جاده برخورد کرد. آقای فقیرزاده افزوده است که زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه انتقال داده شدند. تا کنون کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است. شماری از فعالان مدنی هشدار می‌دهند که به تعویق افتادن روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی سبب به وجود آمدن بحران بی‌اعتمادی در کشور خواهد شد. آنان تأکید می‌کنند که تا زمانی که آمار دقیقی از شهروندان کشور وجود نداشته باشد، دولت نمی‌تواند برنامه‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی را به درستی تطبیق کند. از سوی هم آگاهان به این باور هستند که شمار مقام‌های بلندپایه از بحر ادامه قدرت سیاسی خود نمی‌خواهد شناسنامه‌های الکترونیکی توزیع شوند. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. 2 سال پیش قانون شناسنامه الکترونیکی از سوی شورای ملی تصویب و برای توشیع به ریاست جمهوری فرستاده شد. در آن زمان که حامد کرزی در ارگ وجود داشت، به دلایل نامعلوم قانونی گفته شده را توشیع نکرد. اما رئیس جمهور غنی در روزهای نخستین حکومت وحدت ملی قانون شناسنامه الکترونیک را توشیع کرد و در جریده رسمی به چاپ رسیده است. از روز توشیع تا کنون معلوم نیست که چه زمانی روند توزیع آزمایشی شناسنامه الکترونیکی آغاز می شود. هرچند روز پیش رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی 28 اسد را روز آغاز توزیع شناسنامه اعلام کرده بود، اما هنوز که ماه سنبله است این روند آغاز نشده است. با این همه شماری از فعالان مدنی هشدار می‌دهند که به تعویق افتادن روند توزیع شناسنامه الکترونیکی سبب یک نوع بحران اجتماعی در کشور خواهد شد. آنان تاکید می‌کنند تا زمانی که آمار دقیق از شهروندان کشور وجود نداشته باشد، دولت نمی‌تواند برنامه ملی و بین‌المللی را به درستی تطبیق کند. دلیل اصلی تعلل در کار توزیع شناسنامه الکترونیکی معلوم نیست، ولی واقعیتش این است که هر دلیلی باشه میتونه یک نوع بحران بی‌اعتمادی را در بین مردم افغانستان ایجاد بکنه و خیلی امیدوار هستیم که رهبران سیاسی افغانستان با درایت سیاسی که دارن این معضله را روش فائق بیان و به تفاهم برسن تا هر چیز زودتر افغانستان دارای یک آمار مشخص و یک شمارش نفوس دقیق باشه و همچنان بتونه تقسیمات اداری خود به صورت بسیار منظم به اساس یک احصای دقیق نفوس منظمتر بسازه و برنامه ریزی بهتر برای نجات مردم افغانستان شود. تا زمانی که ما با یک آمار دقیق از نفوس افغانستان نرسیم، نمیتونیم برنامه های ملی و منطقوی خود تطبیق بکنیم. شهروندان کشور انتظار میکشند که حکومت چه زمانی توزیع شناسنامه را آغاز میکند. آگاهان به این باورند که توزیع شناسنامه میتواند از تقلب گسترده در انتخابات ها جلوگیری کند. هرچند در تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی که میان اشرف غنی و دکتر عبدالله به امضا رسیده است، یکی از موارد آن آغاز روند توزیع شناسنامه الکترونیکی گفته شده است. پرسش اینجاست که چرا حکومت وقت کشی میکند؟ توزیع تذکره الکترونیک برای مردم افغانستان و برای این روند دموکراسی یکی از الزامات است. یعنی شما اگر وقت اغماز میکنین به هر دلیل توزیع تذکره الکترونیک را به تعویق مندازین، دو انتباه میتونه از این وجود داشته باشه. یک، شما در صدد مصادره قدرت، مصادره مناسبات اقتدار و همی شکل دهی مناسبات سیاسی در افغانستان در مسیر خواستهای تباری و قومی و سمتی و گروهی تان هستین. یک و بحث دومی که سبوتاژ اینمی پروسه سیاسی که بعد از امضای توافقنامه سیاسی حداقل اگر آغاز نشده یک رنگ روی متفاوت تر پیدا کرده. این در حال است که به تازگی سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفته است تا زمانی که روند توزیع شناسنامه ها آغاز نشود، کمک های اتحادیه اروپا به اداره توزیع شناسنامه الکترونیکی همچنان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت. سفیر اتحادیه اروپا گفته است به خاطر روشن نبودن موقف حکومت افغانستان درباره آغاز توزیع شناسنامه های الکترونیکی، اتحادیه اروپا کمک هایش را به اداره توزیع شناسنامه برقی به حالت تعلیق درآورده است.
و این هم چند رویداد خبری جهان. فلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا که به همراه یک هیئت تجاری به تهران سفر کرده است، سفارت کشورش را بازگشایی کرد. آقای هاموند اولین وزیر خارجه بریتانیا است که از سال 2003 تا اکنون به ایران سفر می کند. سفارت ایران در لندن نیز همزمان بازگشایی می شود. رسانه های ایرانی گزارش دادند که بازگشایی سفارتخانه ایران در لندن با حضور محمد حسن حبیب الله زاده کاردار سفارت ایران در بریتانیا انجام می شود. فلیپ هاموند گفته است که توافق ایران با کشورهای غربی بر سر برنامه های هسته‌ای این کشور و همچنین انتخاب